دکتر سید مخدوم رحیم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعتقاد صلح با طالبان را یک اشتباه میخواند. وی میگوید تلاش های صورت گرفته تا جنایات این گروه توجیه گردیده و آنان به عنوان گروه سیاسی مطرح شوند. با گفته او صلح با تضرع امکان پذیر نیست و باید این گروه تحت فشارهای بیشتر قرار گیرند. حزب تازه به نام خدمتگار مردم افغانستان اخیراً در حضور بیش از 3000 تن از اعضا و عوادارانش در افغانستان اعلام موجودیت کرد. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در رأس این است قرار دارد میگوید هدف آنان جمع کردن نخبگان افغانستان از اقوام مختلف می باشد تا در راستای تحقق خط مش این حزب و دور از القهای قومی تعصب و تبعیض به صورت فراگیر در راستای تامین ثبات و رفاه برای مردم افغانستان عمل کنند. در حال حاضر متاسفانه در افغانستان آنقدر مسائل به طرف قوی شدن میره که متاسفانه روحاً ملت در آستانه تجزیه قرار داده و احزاب و گروه ها را که میبینید بیشتر شکل قومی داره. با همکاری تعداد چشمگیری از استادان دانشگاه ها و انتون های مختلف و دانشمندان اکادمی علوم افغانستان و شخصیت های نخبه ملی از اقوام مختلف، حزب خدمتگار مردم افغانستان در محضر 3000 نفر از اعضا و هواخواهان حزب افتتاح کردیم. آقای رحیم میگوید وی سالها قبل پیشنهاد تشکیل دو حزب مقتدر و فراگیر را کرده بود که یکی باید در اقتدار و دیگر اپوزیسیون قومی می بود، اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. من 16 سال پیش با دوستان مطرح کردم که باید یک حزب ملی فراگیر بیرون از کوته نظری های قومی به نفع حکومت و یک حزب هم با این خصلت ها مخالف حکومت تأسیس شود تا این دو حزب در طول سالها به قوام برسد و نزج برسد و در صورت است که دموکراسی تحقق پیدا می کند. کسی در این زمینه با ما همراهی نکرد و احزاب و گروه ها را که می بینیم بیشتر شکل قومی دارد. نیاز به وجود یک حزب فراگیر ملی که هویت مشترک ملت تمثیل کند و آینه باشه که همه اقوام افغانستان بدون تبعیض، بدون احساس برتری و یا بدون احساس کهتری در سرنوشت امروز و فردای افغانستان نقش بازی کنند. چون این حزبی وجود نداشت، اگر هم داشت نتانسته بود فراگیر شود و امیدوار استم که در آینده بتانه قدماتی را که در مرام نامیش آمده در راه مردم ایفا بکنه. درست است که هر حزب سیاسی به خاطر پیاده کردن آرمانهای خود باید به قدرت برسد. در مورد خودم که گفتین، من در اجتماع بزرگ و همچنان در برابر مطبوعات و عرض همه مردم افغانستان رساندم که نه داوطلب پستی هستم و نه در آینده هیچ گونه پست وزارت، سفارت، ولایت، بالاترش یا پایینترش در هیچ حال قبول نمی‌کنم. سید مخدوم رحیم که در یک گفتگوه اختصاصی با نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد در ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد، همچنان اعتقاد به صلح با طالبان را یک اشتباه می‌خواند و مدعی است که شورای عالی صلح دستاورد نداشته و با این کار تلاش صورت می‌گیرد تا طالبان و مخالفان سیاسی تبدیل شوند. کلک. اعتقاد به صلح با طالبان اشتباه بزرگی است که از سالهای بسیار پیش مطرح شد. و شورای صلح به وجود آمد، شورایی که هیچ نوع دستاوردی نداشت و نداره و در واقع این شورا تأسیس شد تا سیمای کریه طالب سرخی و سپیده بزنه، یعنی طالبا را به مخالف سیاسی تبدیل کنه و او اعمال جنایتکارانی اونا را طوری توجیه کنه که گویا مخالفت سیاسی است و بیاین با مخالف سیاسی خود صلح کنیم.
و از اول هم بی حاصل بود و سال با عذرگذاری و تضرع نمیشه. آقای رئین استراتژی تازه امریکا در زمینه وارد کردن فشار بر طالبان را مؤثر میخواند. باید چنان فشار بر طالب میامد که او زانو میزد و طلب صلح میکرد. متاسفانه به هر دلیلی که بود در طول 16 سال گذشته این کار صورت نگرفت. وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان در این گفتگوی ویژه گفته که احتیاج و فقدان آگاهی در افغانستان باعث شده تا مردم این کشور معتاج بوده و همچنان به عنوان ملت آزاد مطرح نباشد. ملت آزاد نیستیم بخاطر اینکه ملت محتاج هستیم. وقتی چشم ما به جیب دیگران باشه، وقتی معاش مامورین ما را، تنخواه کارمندان ما را از پول دیگران بپردازیم، وقتی دست ما دراز باشه، ما نمیتونیم که خود یک ملت آزاد بگوییم. آزادی در بی‌نیازی است. از وی همچنان در مورد ایجاد فرصت‌های رایدهی برای مهاجران افغانستان در خارج پرسیدم. در جواب گفت خوب میدانیم که هر شهروند افغانستان در داخل و یا خارج باید این حق داشته باشه. اما هموطنانی که در خارج زندگی میکنن، مخصوصا در دو کشور همسایه زندگی میکنن و تعدادشون به میلیون ها میرسن، متاسفانه اگر در اون جاها صندوق گذاشته میشه، مسلما ممتمالی که به وسیله او کشورها و مراجع قدرت در اون سرزمین ها این صندوق ها به نفع افراد خاص مورد نظرشان پر شود، این احتمال وجود داره. بنابراین با وجود احترام به حق هموطنان بیرون مملکت، من عقیده دارم که باید تنها اکتفا شود به هموطنان داخل و آرایشان در انتخابات، بخاطر اینکه خطر بزرگ دستکاری و دخالت ممالک همسایه منتفی شود. مسئله ایجاد زمینه ها برای افغان های خارج از کشور که واجد شرایط رای دهی هستند عرصگاه در محافل سیاسی در خارج مطرح می شود. این در حالی است که یک بار دیگر برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان به تعویق افتاده است. نظیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی.